عظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست از تورین با ماست. خانم بهرامی، خیلی خوش آمدین. قطعی آب شاید به یک مسئله تکراری و یک بحران تکراری متاسفانه در شهرهای بزرگ تبدیل شده. در خبر قبلی هم گفتیم که دولت برای تامین برق هم در ادارات مشکل داره. در حوزه آب شرب و در حوزه انرژی شاید بشه گفت چه اتفاقی داره میفته و چقدر وضعیت رو بحرانی میدونید؟ درسته که مسئله قطع آب ویژه در کلان شهرها، همین موضوعی که ما امروز باش درگیریم در مرکز استان کرمان، یک موضوع مشترکه و داره توی این فصل، حالا با شروع فصل گرما، افزایش هم پیدا کرده، اما دلایل متفاوتی داره و به نظر من خوبه که نگاه استانی و دقیقی بهش بشه. استان کرمان ویژه مسئله بسیار مهمی در تأمین منابع آبی داره. بیش از 90% منابع آبی اون استان از منابع آبی زیرزمینی تأمین میشن و این در حالیه که چیزی نزدیک 900 میلیون متر مکعب فقط در واقع کمبود داره در و سوء برداشت داره به عبارتی از منابع آبی زیرزمینی خودش. از مجموع 41 دشت ممنوعه استان کرمان 37 دشت اون دشت ممنوعه هستند و ما میتونیم تصور بکنیم که حفر این همه بیش از 900 شاه در مجموعه دشت های استان برای تأمین اون مصرف بالای حوزه صنعت و کشاورزی در این استان چه معضلات عمیق و طولانی مدتی رو میتونه به وجود بیاره. موضوع دوم، موضوع مصرف در استان کرمان. ما با استانی مواجه هستیم که بیش از 40-45% مردم اقتصادشون وابسته به حوزه کشاورزیه و این عدد واقعا برای یک منطقه کویری با این وضعیت سطح آبای زیرزمینی با میانگین بارشی بسیار کمتر از میانگین کل کشوری یک آسیب بسیار جدیه، کما اینکه ما تصویرش رو در مهاجرت‌ها، در خالی شدن از سکنه روستاها و در حتی حاشیه نشینی گسترده در اطراف شهر کرمان و سیرجان که دو قطب صنعتی این استان هستند به وضوح می‌بینیم. اما موضوعی که ارجاع به بخش مصرف، خب عملاً اون چیزی که شرکت آبفا برام به تجربه جمعیت مخاطبش هست معمولاً بخش خانگیه. این در حالیه که در استان کرمان مصرف بخش خانگی بسیار کمتر از میانگین مصرف کشوریه، اما ما در حوزه کشاورزی، در حوزه صنایع مصرف آب بسیار زیادی داریم، کما اینکه در حوزه کشاورزی به طور مثال بیش از 90% آب این استان رو داره مصرف میکنه و ما هیچ برنامه ریزی میان مدت طولانی مدتی برای کنده شدن و قطع این وابستگی اقتصادی استان به حوزه کشاورزی نداشتیم، کما اینکه این میانگین تقریبا 2 برابر میانگین کشوریه. اما حوزه صنایع هم مصرف آب بسیار طولانی و بسیار زیادی داشتن و از مجموع شهرهای صنعتی این استان هیچ کدومشون عملا مجهز به تصفیه آب و تصفیه فاضلاب نیستن، به این ترتیب قادر به تأمین منابع آب خودشون نیستن و مجموعه این وابستگی به منابع آب زیرزمینی و عدم مسئولیت پذیری در بخش کشاورزی، در بخش صنایع، باعث مشکلات جدی آب آشامیدنی در شهرهای مختلف این استان شده. عظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست از تورین. خانم بهرامی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون.